תורה סיוולנו משה מרשה אל יעקב ערב פסח שחל בשבת. אדינה פסחי که روز شبات واقع شده. آدینه پسحی که واقع شد در شبات پیش‌تحصیل می‌کنن داراش شبات گادول رو در شبات قبل از اون، یعنی شباتی که هفته نیسان هست، به خاطر اینکه آموزش بدن به جماعت راه و روشی که در اون سلوک بکنن و عملی که انجام بدن در قوانین پسح، در حقالای ظروف و کاشر کردن اونها، در بدیقت آمیز و از بین بردن آمیز، پخت مسا، بدیقای مارور، کاهو که به عنوان سبز تلخ مارور خورده میشه از حشرات و گرمی که داره، برای ضرورت مراسم سدر شب پسح. مذالک همچنین در شباتی که آدینه پسح است که اون شبات گادوله، بعد از ظهر بعد داراش کرد در گفتار اگادا، در داستانهای خروج از مصر و در تقویت ایمان و همینطور صحبت ها رو بس داد در گفتارهایی که نصیحت کننده است و آموزش دهنده است که برحذر بکنن جماعت رو در مورد نه تنها بیور حامس، بلکه همینطور خونه تکونی وجود خدا آدم از اعمال بد و راه و روش هایی که اشتباس و حامس محسوم میشه، از خصلت هایی که مثل حامس ورامت شده و باد کرده، کبر و غرور و تکبر و عصبانیت و بد اخلاقی، که هر کسی باید سعی بکنه که خونه وجودش هم رو خونه تکونی بکنه و برای خوب برگرده. و همینطور در روز یوم تو پیسه ربانیم که در هر محلی هستن داراش کنن در موضوعات روز مطابق تیمون مشرب نو که داور به ایتو متو و قوت ورشن قلب مردم رو در راه ایمان و همینطور اومدن همینطور که نجات اجداد ما در چنین ایامی بوده، نجات ما در این ایام خواهد بود، اومدن ماشیه و نجات نهایی جامعه سه. آدینه پسر که واقع شده در روز شبات، بدیقا میکنن حامس رو در پنج شبات شب، شب جمعه که میشه شب 13 نیسان، باز روال بدیقا مثل همه سالهای معمول هست که بدیقا لازمه که باشه با نور شمعی و موقعی که شمع در دست نیست میتونه بدیقا بکنه، همچنین به وسیله چراغوهای جی بی یا لامپ برق کوچیکی که امکان جابجاییش وجود داره و میتونه اون رو گوشه کنارها، تو زاویه ها، سوراخ ها و شکاف ها، داخل کمدها رو بررسی بکنه و بدیقا کنه. همه صدور که شایسته است و براخ ها میگن قبل از بدیقا براخ های معمول رو اشه دوستان ساسیوان و البیور آمیز و بعد از خاتمه بدیقا اون مت الحمیرا خونده میشه که هر ماده حامسی برآمد شده ای که وجود در اختیار من که ندیدم و بیورش نکردم باطل باشه و باشه مثل خاک زمین. خودتیم به زبونی باید بگه که براش قابل فهم باشه و همین خاطر به سبب که متن چاپ شده در سیدورا که متن آرامی هست میخونه ولی معنیش رو نفهمه قابل قبول نیست و باید مراقب باشه و پنهان کنه حامسی که باقی میگذاره برای خوردن روز جمعه و شب شبات، صبح شبات در جای محفوظی باشه که بخوز بچه های کوچیک تو خونه هستن این ورانور پخش و پراکنده نکنن که نیاز به بدیقای مجدد نباشه. آدینه پسر که واقع شده در روز شبات، اصلا بزرگانی که لازم میشونن که بخورها، خب دیگر آدینه پسر روز شبات، روز شبات که تنید بخورد نمیگیرن، تنید رو پنج شبات قبل از اون بگیرن. بعضی بزرگان دیگه وجود دارن که میگن چون تنید عقب زده شده است، خود روز شبات برگزار نمیشه، میشه سبک گره به صورت کامل. و با وجود که مارانشون آروخ اتاق نظر دوم عقیده داره که سبک بگیرن، با این وجود معمول رسم هست که همون روز پنج شبات قبلش تعنید میگیرن و به خصوص که امروز که حالا روال معمولش هم هست که تو مراسم سیوم مسخه شرکت میکنن یا سایر سعودای میسوا مثل بریت میلای اگر در دست سفود پیدیو نبینی سعودای آتان و کلا، خوبه که اینگونه انجام بده. پدری که
رأس داره که تعنیت میگیره هر سال در آدینه پسر به خاطر پسرش که بخوره تا اینکه پسر خودش به برنیسا برسه و خودش تعنیت بگیره. در چنین سالهایی موادی که آدینه پسر 14 نیسان روز شعبان واقع شده از تعنیت معاف است. همینطور خانوم های اولزادی که برای خودشون رأس دارن که تعنیت بخورد بگیرن در چنین موادی که حالا تعنیت داخوی عقب زده میشه از تعنیت گرفتن معاف هستن. و این سورخ و برای خانوما حالا در چنین شرایطی هم دیگه نیازی نیست که در حتی مراسم سیوم مسخه شرکت بکنن، برای که پاتریک آقا شون از تعنید، چون که گفتیم تعنید روز خودش برگزار نمیشه و اگر بخورید سخت میگیره بر خودش و تعنید بگیره در روز پنج شبات که اولا 12 نیسان معصوم میشه. مجازه که امی که شب شد، شب 13 اول میوهی، بیسکویتی، کیکی، چیزی بخوره تعنیدشو باز بکنه. البته اگه میخواد کیک، بیسکویت یا نون بخوره کمتر از که بسا 50 گرم بخوره و بعد بدی قطعا مثل انجام بده. با وجودی که در چنین حالتی که حالا آدینه پسر روز شبات هست، روز جمعهش که 13 نیسانه، مجاز که انسان حامس بخوره کل روز رو، معذاله خوبه که به خاطر روال هر ساله یه تیکه حامس رو از یک به ساعت در ساعت پنجم از روز گذشته، یعنی از ساعت 11 صبح به وقت ما بیور کنه، بسوزونه مثل سایر سالهای دیگه، به خاطر که نه یعنی اشتباه بکنن در سال بعد برای موضوع بیور حامس که بعد از اون انجام بدن. و حامس رو که باقی میگذاره برای شب شبات، صبح شبات از که گفتیم در جای مخصوص قرار بده که بحث و پراکنده نشه و لازم نیست که دیگه بیتور بکنه حامس رو دوباره در هنگام بیوری که داره میکنه اتکه حامس رو در روز جمعه میسوزونه، بلکه بیتور مهد باطل کردن هم روز شبات صبح قبل از زمان ایسورش سمولوش ساعت 11 میخونه. بعد دقت کرد که در چنین مواردی که خانما خودشون حواسشون هست بر روز شبات خوراکی حامس مثلا حلیم درست نکنه، چون به هر حال یه مقدار زیاد میاد به ظروف میچسبه، یا غذای دیگه که در اونها آرد یا گندم جو اینا به کار رفته، به خاطر که نیاز پیدا نکنن که ظروف رو در روز شبات بعد از صبحونه بشورن، چون اگه خود اون ظروف ما دیگه روز شبات نیاز نداریم شستن اونها هم کار درستی نخواهد بود. مجازه که کار انجام بده در روز جمعه که 13 نیسان هست مثل سایر جمعه های دیگه کل سال، حتی کاری که حرفه‌ای هست همونطور که توضیح دادم بالا، در حالی که مثلا آدینه پسر رو گفتیم از ظهر به بعد از کار معمولی دست بکشه که به کارهای پسر برسه، به شرطی که اینجا هم سعی تلاش کنه که آماده بکنه نیازهای پسر رو تو که شایسته است و از مینها قطنا به بعد تا ساعت 9:30 ساعت از گذشته ساعت 2:30 بعد از ظهر به بعد دیگه مثل قانون سایر روزهای جمعه دیگه است که بعد از کار حرفه‌ایش به صورت کامل دست بکشه که میخواد استمام کنه، اصلاح بکنه، آماده بشه برای شبات، به تأخیر نیفته. نکته که همیشه باید دقت کرد در مورد برگ کاهویی است که استفاده می‌کنه از اون برای عنوان انجام میسوای خوردن مارو در شب پسر، که بعد اونا رو به خوبی با دقت بدیقا کرد. کاهو جزء مواردی است که نه تنها رو سطحش ممکنه حشره‌ای باشه، بعضی وقتا اون کرم داخل خود بافت کاهو هم نفوذ پیدا می‌کنه و همین خاطر مثل سایر مواد سال اگه میخواد کاهو استفاده کنه که باید برگ برگ بکنه، توی آب با یه ماده شوینده بریزه، حداقل 20 دقیقه باقی بمونه که ماده شوینده مثل مایه ظرفشوین ها سطح اون کاهو رو لغزنده میکنه، حشره اگه به چسبیده شل میشه، ول میشه، رها میشه و بعد که برگ برگ میشوره هر حشره اگه رو سطح کاهو باشه به صورت معمول شسته شده رفته، بعد از اون
دونه دونه برگای کاهو رو بعد در مقابل نور کافی بدیقا کرد. از این لامپ های LED که حالا به صورت مسطح هست و نور زیادی داره، اگه این رو مسطح بذاره، برگا روش بذاره، قشنگ نشون میده که آیا حشره داره یا نداره. خیلی سریعتر میتونه به این شکل بدیقا بکنه. که حالا بعد از که روز جمعه این کار انجام داد و کاهوها رو شست و آماده کرد، اونا رو داخل پارچه بپیچه و در یخچال قرار بده که تا شبیه یه شبا که میخواد استفاده بکنه پج مرد و خراب نشه. اما همیشه اونا رو تو آب باقی نگذار که مسلمن حالت لزج پیدا میکنه، پج مرده میشه، خراب میشه و به اون شکل دیگه امکان انجام بیسوا نیست و از ادعا خارج نمیشن. مزاره بدی اول اگر اون کاهوه 24 ساعت یا بیشتر داخل آب باقی مونده و هیچ کاهوه دیگه ای نداره که میسای مارو رو انجام بده، میتونه با همون بعد از بدیقا از ید خوبای میسای مارو خارج بشه. در روز شعباتی که اولا آدینه پس هست بعد صبح زودتر بیان برای تفیلا خوندن در جمع با طلوع آفتاب و تفیلا رو زیاد مثل شعبات های دیگه که با آهنگ میخونن زیاد طولش ندارم تو سعی بکنن که برخای تورا هم و هفت برخا بگن که سریعتر تورا برخا بشه، به خاطر که فرصت بکنن که زودتر به خونه بیان و خوردن آمه صبح که تقریبا مثلا تا ساعت 10 صبح فرصت هست، تا قبل از ساعت 10 صبح دیگه صبحونهشون رو خورده باشن و به تأخیر نیفته. اون که قبلا گفتیم خب شعبات گادول هست، چهاردام نیسان در چنین حالتی هفتاره شبات گادول میخونن واروال از رمی عدی و دار شالاییم از ابقو عنابی که اونجا پاسخ خاتمه پاسخ انتهایی هفتاره نست که این آنخ شلیه علاقه متلی عنابی این اکمن میفرستن برای شما ایلی عنابی رو قبل از فرارسیدن روز خداوند که بزرگ و سهمناکه، که بر همین اساس اعتقاد است که ایلیاهو عنابی او بشارت دهنده نجات هست و اون بر طبق گفتار اخامیزال در مسئله روششانه یودال فالف هست که همونطور که اجداد ما در ماه نیسان نجات پیدا کردن، ما هم در آینده در ماه نیسان شاره نیسان همی امسال نجات پیدا خواهیم کرد، که گفتیم ماشیه در هر روز و زمانی میتونه بیاد اما نجات نهایی که در واقع با آبادی به تمی داشته است اون در ماه نیسان رو خواهد داد. این بس ادامه داره که به زودی فرصت بعدی خدمتتون میگم.